یه عده الان تو فکرن به هر قیمتی برای ریاست جمهوری رأی جمع کنن، به هر قیمتی، پول بی حساب و کتاب، روابط و حساب جا انداختن ها بی حساب و کتاب، بعد جذب بی دین، جذب بی حجاب. بی حجابان باید رأی به ما بدن، پس یه کاری بکنیم اونام جذب بشن. بی بندوبار هم ما میخواییم رأی بدن، یه کاری بکنیم اونام جذب بشن. اونایی که ملی هستند و اسلامی نیستند، یه کاری بکنیم که این ملیون هم جذب بشن. سلطنت ها برای چی؟ برای اینکه توی ریاست جمهوری ما بتونیم رأی بیاریم. شما این حضرت ها به گور خواهید برد، من به شما دارم میگم. این حرکتی که در کردستان شد و دوستان مقامات امنیتی این گروه که پژاک را ریشه‌کن کردند، من به اینها هم تقدیر میکنم، تشکر میکنم. ناامنی ایجاد کرده بودند، مردم آرامش نداشتند و هیچ کس جانش و مالش و حیثیتش آرامشی نداشت، امنیتی نداشت. اینا آمدند و مردانه آمدند میدون، البته شهیدم دادند و توانستند اینجا رو پاک بکنند و امنیت را به این مردم شریف این منطقه برگردونند. خدا بر شما خیر بده، اجر بده انشاءالله، جز مجاهدین فی سبیل الله خدا شما را قلمداد کنه. مسئله آخرم مسئله سومالیه. واقعا خواب را از چشم آدم میگیره، منظره وقتی آدم میبینه نمیتونه گریه نکنه، وقتی میبینه یه بچه سیاه سومالی عشق داد از چشمش میریزه و با این چشم شهرت بگید من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، من مریضم، من دوا میخوام و کسی به دادش نمیرسه، بگه میتونه آدم راحت بشینه و بخوابه.